سربازان رومی برای جنگ با ساسانیان حرکت می کنند. 8000 سرباز مسلح میان تا قلعه پترا رو فتح کنند. مهران فرمانده ساسانی تو این قلعه بی دفاع مونده. اون فقط 1500 سرباز در اختیار داره. اونم تو شهری که دیوارهاش اونقدرها هم محکم نیست. جنگ لازستان نبردی میان ایران و روم که به گفته یک مورخ رومی نمایشی حیرت انگیز از شجاعت سربازان ایرانه. ماجرای جنگی که خیلی کم شنیده شده. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اینجا لازستان یا همون لازیکاست. سرزمینی کهن تو شرق دریای سیاه و غرب دریای خزر که امروزه به نام کشور گرجستان میشناسیم. داستان ما تو همین سرزمین اتفاق افتاده. تو سال 548 میلادی، زمانی که ارتش بزرگ روم شرقی قلعه پترا رو محاصره میکنه و سربازان ایرانی مجبور میشن ماها با این لشکر بجنگند. سپاه روم بسیار مجهز و بزرگ بود. 7000 سرباز رومی و 1000 مزدور از اقوام مختلف برای محاصره قلعه اومده بودند، در حالی که تعداد نیروهای ایرانی بسیار کمتر بود، چیزی حدود 1500 نفر. مهران فرمانده سپاه ایران از قبل حدس زده بود که روم به زودی قراره حمله کنه. به خاطر همین آذوقه کافی داخل قلعه گذاشته بود. اما نمیتونست با این تعداد محدود سرباز در برابر ارتشی به این بزرگی از رومیان بجنگه. به خصوص که دیوارهای دور شهر پترا که قلعه تو وسطش قرار داشت هم اونقدر محکم نبودند که بتونند در برابر حمله ها تاب بیارند. اما چاره دیگه‌ای نبود. مهران خیلی سریع پیکی برای شاه ایران فرستاد و خبر داد که ارتش روم در راهه و به سربازانش هم دستور داد که تحت هیچ شرایطی نباید این قلعه سقوط کنه. همین هم آغاز نبردی شد که حتی خود رومیان هم بعدها دربارش افسانه ها گفتند و سربازان ایرانی رو ستایش کردند. اما قبل از اینکه جنگ رو شرح بدیم بهتره بدونیم که چرا این نبرد اتفاق افتاد. برای دونستن ماجرا باید کمی به عقب‌تر از این جنگ بریم، به 9 سال قبلش، وقتی ایران و روم پیمان نامه صلح ابدی رو امضا کرده بودند. تو این زمان شاه ایران خسرو انوشیروان ساسانیه و امپراتور روم شرقی هم جستینیان یکم. بر اساس این پیمان نامه ساسانیان منطقه لازستان رو به عنوان سرزمینی تحت نفوذ امپراتوری روم شرقی به رسمیت شناخته و دعوا سر این منطقه آروم گرفته بود. اما اوضاع برای لازستان خوب پیش نمی رفت. رومی ها برخلاف عهدنامه لازستان رو منطقه ای مستقل ندونستند که فقط زیر حمایت اونها باشه. اونها اونجا رو تحت الحمایه خودشون دیدند و اختیارات شاه این منطقه رو ازش گرفتند. تمام فرامین رو فرمانده رومی لازستان صادر می کرد و عملا پادشاه رو کنار گذاشته بود. منبع درآمد اصلی مردم لازستان یا همون لازیکا از راه تجارت دریایی تو دریای سیاه بود. اما رومی ها دستور دادند تجارت مردمان این منطقه فقط با رومی ها باشه، نه جای دیگه. 8 سال بعد از امضای پیمان نامه ایران و روم، اهالی لازستان شورش بزرگی علیه رومیان کردند و گوباز دوم پادشاه لازیکا فرصت رو مناسب دید و از شاه ساسانی کمک خواست. اینجاست که دوباره پای ایران وسط میاد. خسرو انوشیروان ساسانی به گوباز دوم قول کمک میده و به روم شرقی اعلام میکنه که باید از لازستان خارج بشه. جنگی در میگیره و ایران به عنوان پیروز میدان وارد لازستان میشه و به دستور انوشیروان مهران سردار ایرانی فرمانده قلعه پترا میشه تا از شهر مهم این منطقه محافظت کنه. انوشیروان از همون اول هم لازستان رو میخواست. این منطقه در زمان مادها و هخامنشیان جزوی از ایران بود و در دوره هایی از اشکانیان هم توسط این امپراتوری از ایران اداره میشد.
لازستان منطقه استراتژیکی بود و پر از منابع غنی که میتونست مسیر تجاری امنی بین دریای خزر و دریای سیاه باشه تا تجارت به اروپا تحت کنترل ایران قرار بگیره. پس انوشیروان با بیرون کردن رومیان سعی کرد دوباره لازستان مثل دوره‌های پیشین زیر فرمان ایران بیاد و استانی بشه درون امپراتوری ساسانی. گوباز دوم پادشاه لازستان که متوجه این موضوع شده بود، نقشه ای کشید تا از دعوای روم و ایران سر کنترل این منطقه بهره بیشتری ببره و بتونه همچنان استقلال خودش رو حفظ کنه. اون دوباره از روم کمک خواست که جوستینیان اول هم فرصت رو برای بیرون کردن ایران مناسب دید. اینجاست که ارتشی با 8000 سرباز رو به فرماندهی داجیستائوس رومی روانه شهر پترا میکنه، شهری که فقط 1500 سرباز ایرانی تو قلعه داخل اون ساکن بودند و ازش محافظت میکردند. وقتی شهر تو محاصره رومی ها قرار میگیره، فرستاده مهران فرمانده قلعه پترا هم راهی پایتخت میشه و خودش رو به سرعت به دربار انوشیروان میرسونه. انوشیروان ساسانی هم به مهروی سردار بزرگش دستور میده که با 30,000 نفر سوار و پیاده به کمک مهران بره و نزار پترا سقوط کنه. تو این مدت جنگ تو پترا با شدت زیادی شروع شده و سربازان ایرانی هم در حال دفاع هستند. رومی ها که شهر رو محاصره کردند تلاش می کنند تا وارد پترا بشند و ایرانی ها هم این اجازه رو بهشون نمی دند. با اینکه مقدار زیادی آذوقه تو شهر جمع شده، اما اوضاع روز به روز سخت تر می شه. رومیان چنان شهر رو در محاصره دارند که اجازه هیچ گونه ورود و خروجی رو نمی دند و مردم و سربازان باید با هر آنچه غذا و آب دارند سر کنند. این محاصره و نبرد چند ماه طول میکشه و هنوز خبری از ارتش 30,000 نفری مهرویه نیست. از اونجایی که رومی ها میدونستند سپاه ایران از تیسفون پایتخت ساسانیان به کمک پترا میاد، با کمک سربازان شاه لازستان تو گذرگاه های سخت ایبریا تو جنوب لازیکا چندین بار برای این سپاه کمین میزنند و دردسر درست میکنند تا بتونند حرکت ارتش مهرویه رو کند کنند. منطقه ایبریا که حالا بخشی از ارمنستان محسوب میشه، کوهستانی با مسیرهای دشواره و در اون زمان به راحتی میشد یک ارتش بزرگ رو تو گذرگاه‌های اونجا معطل کرد. تو پترا وضعیت برای ایرانیان بسیار وخیم میشه. بخشی از حصار دور شهر فرو میریزه و رومیان وارد پترا میشن. شهر هنوز سقوط نکرده چون قلعه شهر دست ساسانیانه و سخت ازش دفاع میکنند. داجیستائوس متعجبه که چرا هیچ جنازه ای از سربازان ایرانی رو درون شهر نمیبینه و به این نتیجه میرسه که تو این مدت ساسانیان تلفات خیلی کمی دادند و با همه نیروهاشون درون قلعه هستند. این یعنی جنگ به همون سختی قبل براش ادامه داره. اینجاست که پیکی رومی بهشون خبر میده مهرویه با 30,000 سرباز ایبریا رو رد کرده و به زودی به پترا میرسه. فرمانده رومی چاره ای جز عقب نشینی نمی بینه، پس خیلی سریع از پترا خارج میشه. 9 روز بعدشه که مهرویه با قوای خودش به پترا میرسه و وارد قلعه میشه. اینجاست که متوجه میشه تنها 150 ایرانی در حال مقاومت بودند. 1,000 نفر از سربازان مردند و از 500 نفر زنده 350 نفر هم سخت مجروح شدند و تاب جنگیدن ندارند. ایرانی ها تمام جنازه ها رو داخل قلعه نگه داشته بودند تا رومی ها نفهمند چند نفر از اونها کشته شدند. آذوقه شهر هم تموم شده بود و همه تو گرسنگی و تشنگی به سر می بردند. پروپوکیوس مورخ رومی که این داستان رو نقل کرده نوشته که مهرویه با دیدن این صحنه منقلب میشه و میگه باید به حال امپراتوری روم گریست که با یک لشکر تمام عیار نتونسته 150 ایرانی رو اونم بدون حصاری محکم از پا در بیاره. این مورخ تو کتابش ایستادگی سربازان مهران رو نمایشی از شجاعت دونسته که تا به حال در جای دیگه ای نمونش دیده نشده. اما سرنوشت لازستان و دعوای ایران و روم چی میشه؟
محروی قلعه و دیوارهای شهر رو بازسازی میکنه، 3000 سرباز رو تو لازستان نگه میداره و خودش به همراه بقیه سپاه به ارمنستان میره، چون تهیه آذوقه اون همه سرباز تو لازستان دشوار بود. محروی 5000 نفر رو هم برای بازنگه داشتن گذرگاه‌های ایبریا مستقر میکنه تا در زمان لزوم بتونه خودش رو به لازستان برسونه. رومی ها طی چند سال آینده چند بار به لازستان حمله می کنند که در مواردی پیروز و تو مواردی هم شکست می خورند. تو این مدت قلعه پترا به دست رومی ها می افته و محرویه هم نمی تونه رومی ها رو از لازستان بیرون کنه. تابستان سال 555 میلادی، یعنی 7 سال بعد از محاصره پترا، محرویه میمیره و نوچهرگان سردار ایرانی جایگزین اون میشه. از اون طرف هم داجیستاوس فرمانده رومی برکنار و فردی به نام بسوس جای اون رو میگیره. گوباز دوم پادشاه لازیکا هم سرنوشت خوبی پیدا نمیکنه و به دست ژنرال های رومی کشته میشه و پسرش جانشین اون میشه. جنگ ایرانیان با رومیان 2 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه تا زمانی که هر دو لشکر فرسوده و خسته میشند و دست از جنگ میکشند. 5 سال بعد از آتش بس، عهدنامه صلح 50 ساله بین سپاه ایران و روم به امضا میرسه که مرزها دوباره به حالت قبل برمیگرده و لازستان تحت حمایت رومیان در میاد، به این شرط که باید سالانه به ایران خراج پرداخت بشه. و به این ترتیب پرونده یکی از مهمترین جنگ های ایران و روم هم بسته میشه. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.